امروز خودم میرم خرید. این چند باری که رفتی هرچی میوه و سبزی خرابه با خودت جمع کردی آوردی جنگ. آها لابو تو خرید ماهی هم از من بهتر یاره؟ معلومه بهتر از تو بلدم. نه بابا، چون رشته آشپزی بوده اینو میگی؟ باز میخوای پوزشو به ما بدی؟ من پوز ندادم، فقط گفتم امروز خودم میرم خرید. چرا اون وقت؟ چون تو همش یادت میره سری چیزا رو بخری، همیشه مواد کم میاد. لازم نکرده، خودم میرم. نه خیر، من میرم، تو نمیتونی در این مورد تصمیم. تو تصمیم میگیری؟ بله من تصمیم میگیرم، تو نمیتونی. نه بابا بسه دیگه بابا بسه. هی دم چه خبرتونه؟ سرم رفت. من میرم دیگه. سرش بس بذارید من برم. نه من میرم. بسه دیگه، هر دوتون با هم میرین، زود میرین و برمیگردین. فقط دیر نکنین، یه عالم کار داریم، همه ی مایحتاجمون هم بی کم و کسر میخرین. چشم سرش بس. حالا بر خدا. ببینم شما دوتا چتونه؟ چرا مگه چی شد؟ شما یه چیزیتون هست. چی شده هم؟ نه بابا داریم مثل همیشه دعوا میکنیم. آره جون خودت گفتی، منم باور کردم. باشه حالا برو، اما ببین برگشتی باید تعریف کنی. باشه اما من چیزی واسه گفتن ندارم. آره میدونم. من میخوام همه ی گردش های مالی بانکایی که باهاشون کار میکنم و داشته باشم آقای شکری. لطفاً پرونده ی قراردادهایی که در نبود من تنظیم شدنم بفرستین. اگه اجازه بدین بنده به عنوان کارشناس امور مالی میخوام یه بار دیگه پرونده ها رو. بله چرا که نه، فقط یه خواهشی ازتون دارم، لطفاً این مسئله بین خودمون بمونه. هر دو شما بفرمایید فریده خانم. البته درستش هم همینه. راستی نبتون آقای جیکم موضوع هیئت جدید خواهند؟ فعلا نه، اما به زودی. به هیچ وجه نمیتونم محسودو ببخشم، جدی میگم، مخصوصا بعد از این قضیه کمال که پیش اومده. پولی جون لزومی نداره انقدر گندش کنی، اونا مثل برادر بودن، طبیعیه که سر مسائل مالی با هم اختلاف داشته باشن، این که چیزی نیست. نه این بار فرق داره، این دفعه محسود واقعا منو از خودش ناامید کرده و تو رو. من؟ عزیزم خواهش میکنم دلخور نباش، باور کن من قصد بدی نداشتم، لطفا بذار حلش کنی. اگه بخوای میتونیم شراکتمون رو رسمی کنیم. البته میدونم قرار بود تو قرار دادو حاضر کنی، اما من به وکیلم گفته بودم، اونم بیکار بود، آمادش کرد. یه نگاهی بنداز، اگه موافق نبودی تغییرش بدیم. باشه؟ اگه ناراحت نمیشه میخواستم یه چیز دیگه هم بهت بگم. هولیا خواهش میکنم از دست مسعود ناراحت نباش، اون که کار بدی نکرده. شما با هم زن و شوهرید، یه دختر دارید، نباید به خاطر این چیزا زندگیتون رو از هم بپاشونید. درست نمیگم؟ نگران قضیه چتینم نباشی، و خودم باهاش حرف میزنم، مشکلش رو حل میکنم. یه دعوای علکی بود، فقط همین. آره خب این موضوع هم هست، نمیدونم چرا هر وقتی موضوع میشه محسود یهو رنگ و روش میپره. آره خب واکنشش به نظر منم عجیبه. از قضیه بدهی که به کمال داشتم خبر دارم، اما این دلیل نمیشه که مسعود کمالو بکشه. پناه بر خدا، حتی حرفش هم واسه آدم یه جوریه، اصلا حرفش هم نزن، واقعا وحشتناکه. خریده خانم؟ خبر میدادید میامدم خدمتتون. خیلی وقته که نیومده بودم این اتاق، خیلی تغییر کرده. بله دکوراسیونش یه مقدار تغییر کرده. شما با من امری داشتین؟ میدونی که من این اواخر اینجا نبودم، میخوام ببینم وقتی نبودم چه اتفاقاتی افتاده. من یه پروشه گذاشته بودم به میزتون، همه قراردادها و گزارش کاراتون. میخوام صورت حسابا رو ببینم عزمی، با همه جزئیات مو به مو، از مخارج خونه گرفته تا سیب زمینی پیاز رستوران. فهمیدی چی گفتم؟ چشم شما هم بفهمید. و اینکه میخوام وکالت نامه‌ای که در نبود من سراب برات امضا کردنم ببینم، قبل از همه دیگرم. فرید خانم اگه شما به صداقت من شک دارید، من از دوستانم انتظار صداقت و درست کاری دارم، نه از کارمندانم.
هرچه سریعتر اون وکالت نامه رو برام بیار. همین کوچه هست؟ آره، یکم جلوتره. استرس که نداری؟ چرا، یکم دارم. آه راستی، ببین چی میگم. وقتی آرزوامو خوندم نباید بخندی و قول بده. نه، قول نمیدم. جنگ، اگه اینجوری من نمیام و به خدا نمیخوام. باشه بابا، باشه، بیا. قول بده نخندی. قول. همینجاست دیگه؟ آره آره، همینجاست. تو حالت خوبه؟ آره خوبم. یه لحظه یاد خاطرات قدیمی افتادم. درش که قفله، چجوری بریم تو؟ آخر هفته است دیگه، مدرسه تعطیله. خوب، اما سرایدارش باید اینجا باشه. آها ببین سرایدار اومد. سلام، بفرمایید. کاری داشتین؟ خسته نباشید. من چند سال پیش دانش آموز این مدرسه بودم. همراه دوستام تو حیاط پشتی چند تا شیشه چال کرده بودیم. شیشه چی؟ آرزوهامونو گذاشته بودیم توی شیشه ها. آها خب. خب اومدیم اونا رو برداریم دیگه. کی چالشون کرده بودید؟ تقریبا 5 سال پیش. خب. خب این که الان اومدیم اون شیشه ها رو در بیاریم، البته با اجازه شما. نه خیر، نمیتونم اجازه بدم. خب شما هم همراهمون بیاین، خیلی طول نمیکشه. نه خیر، نمیشه. گفتم که اجازه ندارید بیاید تو. برید پی کارتون. بفرمایید. بفرمایید. نخ نکن دیگه. یه خوردم بیا تو، حال بده کمرم شکست. الهی که بمیری. به کی داری زنگ میزنی؟ معلومه دیگه، به آزرا. باید همه چی از زبون خودم بشنوی. زنگ بزن، شاید تارخ به خاطر اون دوباره استخدامت کنه. خفش و ذلیل مردی. بله خاله جون. الو آزرا، وقت داری امروز همدیگه رو ببینی؟ باشه حتما، چرا که نه. صدا چرا اینطوریه؟ نکنه اتفاقی افتاده؟ نه چیز خاصی نیست، دیدمت میگم. باشه خاله جون، خودم بهت خبر میدم. بریم دیگه، آقاه نمیذاره بریم تو. نظر خب خودمون میریم. این همه راه اومدیم، سرآشپز گول زدیم، نمیشه دست خالی برگردیم. میخوای چی کار کنی؟ رامو نمیده تو. بله بابا، وقت داری؟ پسرم. آره بیا تو. بیا بشین. خب خیر باشه. از کجا باید شروع کنیم؟ تو واقعا جدی هستی؟ میخوای پیشم باشی؟ آره بابا. حالا شدی پسر خودم. حالا یه آدرس بهت میدم، میری اونجا و میگی پسر منی. بعدش؟ بعدش کارتو شروع میکنی پسرم. داری جدی میگی؟ تاروخ پسرم، من سوال هاست منتظرم شه روزیم. کارت، دفترت، همه چی آماده است. از این به بعد هر چی بخوای برات فراهمه. بابا تو میدونی من چی میخوام. من دنبال پول و کار و ثروت نیستم. میدونم پسرم، منم دارم تمام تلاشامو میکنم، به هر دری میزنم که برادر آزر رو پیدا کنم. به زودی وقتی پیداش کردم، هم تو و هم آزر خیلی خوشحال میشیم. بیا تو. ببخشید مزدم شروع خانم بودی، بخواستم رو جبید بچه از اون صحابه بپرسم. بفرمه. این بچه هست، شاید آورده باشن اینجا.
نه ما اینجا همچین بچه ای نداریم، اینجا نیاوردنش. خب نگاش تو خانم مادی. نگاه کردم آقای محترم، من همه بچه های اینجا رو خیلی خوب میشناسم. تو این بهزیستی همچین بچه ای نداریم. مطمئنی دیگه؟ بله مطمئنم آقا. میتونید تشریف ببرید، من خیلی کار دارم. باشه میبینمه. کسافت، حالا تهدیدم میکنه. فاطمه حق داره مرتا ازش قایم کنه. سراب خانوم، یه دختر خانوم جوان اومده سراخ جنگ خانو میگیره. کیه؟ گفت اسمش اجاست. سلام، گویا با پسرم جنگ کار داشتید. ببخشید مزاحمتون شدم. خواهش میکنم. من تو آمریکا دوست دانشگاهی جنگ بودم. واقعا؟ عزیزم خیلی خوش اومدی. من همین چند ماه پیش از آمریکا برگشتم، میخواستم جنگ رو ببینم و سورپرایزش کنم. کجا میتونم پیداش کنم؟ جنگ که الان خونه نیست، تو رستورانه بونه، یعنی اونجا کار میکنه. بذار آدرسش رو بهت بدم، برو همونجا سورپرایزش کن. خیلی ممنون، لطف میکنی. خواهش میکنم، سب کن الان برمیگردم. بیا عزیزم، اینم آدرس رستوران. خیلی ممنون، لطف کردین، ممنونم. خواهش میکنم. تو حالت خوبه؟ انگار انگوروت پریده. خوبم، خیلی ممنون، خوبم. سراب خانم، پسرتون واقعا قلب مهربونی داره، باید بهش افتخار کنید. همینطوره، منم بهش افتخار میکنم. آره از اینجا میتونی بریم تو؟ آره بیا. میتونی بپری؟ آره بابا. وایسا وایسا از این طرف. وایسا همینجاست، اینجا چالش کردیم. مطمئنی دیگه؟ آره زیر همین درخت چال شده. دقیقا سه قدم جلوتر از یه درخت. یک دو سه، باید همینجا رو بکنیم. باشه. اما با چی؟ امروز شانس با ماست. واقعا؟ بگیر ببینم کجا بود؟ دقیقا همینجاست. ببینم تو کی فارغ التحصیل شدی؟ نکنه باید 4-5 متر دیگه بکنی؟ عمیق چال نشده، یکم دیگه بکنی کافیه، معلممون اینطوری گفته بود. خوبه خانم معلم؟ آره. پیداش کردی؟ دیدیش؟ آره مثل که همیشه. واقعا پیداش کردیم جنگ. شما ها اونجا چی کار میکنید؟ ای وای بودو، بودو جنگ. مگه من بهتون نگفتم اجازه ندارید بیای تو؟ وایستی، فرار نکنید.
کرد. وقتی به دنیا اومدی من یه اسمو برات انتخاب کردم. بابا ازم پرسید چرا مرد؟ گفتم چون میخوام مثل تو جوان مرد باشه. دلم همونقدر که برای تو تنگ میشه برای بابام هم تنگ. از قدیم گفتن پدر مثل کوه، حتی سایش هم کافیه. تو خورشید من بودی و بابا سایم. میدونی بعد اینکه بابا رفت چی رو فهمیدم؟ اینکه آدم وقتی بابا مامانش پیشش نیستن نمیتونه احساس بچگی کنه. خنده‌هاش همیشه کمه، شادی‌هاش همیشه کوتاهه. دلم واسه بابا گفتنم تنگ شده. ملیس، تو اینجا چی کار میکنی دخترم؟ هیچی دیگه. نه یه تو این اتاق مامان بزرگت میبینه ناراحت میشه. باشه چشم. مامان من حوصله‌ام سر رفته، میخوام برم بیرون. باشه برو، زود باش. الو داداش. اجه کجایی تو؟ چرا میری بیرون به من خبر نمیدی؟ معذرت میخوام داداش، اما خواهش میکنم چیزی ازم نپرس. باشه عزیزم نمیپرسم، فقط بگو کجایی میخوام بیام دنبالت. از تیمارستان که مرخص شدی قرارمون چی بود؟ داروهاتو نخوردی؟ میخوای بازم برگردی اونجا؟ باشه باشه داداش، عصبانی نشو، من همین الان سوار تاکسی میشم برمیگردم. خب باشه عزیزم، منتظرتم. مرد ببین این تیکه رو یکم باید بلندتر بزنیم. ایدیل خانم اینجوری گفت، متوجه شدی؟ رابطت با نوتا واقعا متفاوتی. باشه پس من میزنم، تو فقط گوش کن. موافقی؟ آفرین. بفرمایید خانم مدیر، با ما کار داشتین؟ امروز یه نفر اومده بود اینجا سراغ مرد رو میگرفت. کی بود؟ معلومه. خوب شوهرت لابد داره دنبال مرد میگرد. منم این حدسو زدم. شما که چیزی بهش نگفتین خانم مدیر؟ معلومه که نه. ببخشید فاطمه، میدونم شوهرته اما آدم خیلی گستاخ و بی‌ادبی بود. بگذاریم، بهش گفتم ما اینجا همچین بچه ای نداریم، اونم گذاشت و رفت. آی نکنه از کسی چیزی شنیده؟ فکر نکنم، به نظر من داره در به در همه جا رو میگرد. میگم چطور اجرای مرتو کنسل کنیم؟ چه ربطی داره چیده؟ حق با چیدنه، من دیگه نمیتونم اجازه بدم مرت بره رو صحنه و اجرا کنه. خانم تا کی میخوای قایمش کنی فاطمه هان؟ از اون گذشته، اصلا گیریم باباش بیاد و ببینتش. پس ما اینجا چی کاره ایم؟ کسی نمیتونه به این راحتی مرتو از اینجا ببره. ایش... ببین فاطمه، این کارو نکن. تو داری با قایم کردن این بچه در حقش ظلم میکنی. تازه اگه باباش آدم بدیه، مملکت که بی صاحب نیست، قانون داره. به نظر منم حق با ریحان خانومه، اینجوری که نمیشه. گناه این بچه چیه؟ ازم میگیرتش چیده؟ باباش میگیرتش، منم بدون اون نمیتونم زندگی کنم. خستم کردی، به خدا خستم کردی. آخه تو چرا انقدر ناامیدی دختر؟ چیزی نمیشه، زبونم مو در آورد بس که نصیحتت کردم. خب تبریک میگم، مبارکت باشه. ممنون. چیزه، یه چند تا کار دیگه هم داریم، بعد از ظهر بیا اونا رو انجام بدیم. باشه میام. باشه. هولیا جون، همه چی خیلی خوب میشه، خیالت راحت. امیدوارم همینطور که میگی باشه. میبینمت. میبینمت. زنی که بیشور اومد تو کارم شریک شد. سلام سومر خانم، امیدوارم مزاحمتون نشده باشم. از شماره که داده بودید سیگنال گرفتم. خب چی شد؟ کجا؟ از یه بهزیستیه.
یکی از آدمامو فرستادم اونجا تحقیق کنه، اما گفتن همچین بچه اینجا نیست. در نتیجه گویا این فاطمه خانمی که شما راجبش حرف زدید اونجا نیست. باشه فهمیدم. شاید هم فاطمه بچه رو گذاشته بهزیستی و رفته. باید دوباره پرسجو کنیم. من به این قضیه شما نگران نباشید. خودم پیگیر ماجرا. اگه اونجا باشه حتما پیداش میکنم. باشه. کدوم بهزیستیه؟ آدرسش رو میفرستم. فعلا خداحافظ. خداحافظ. حاضری؟ ببین میخوام بشکنم ها. زود باش دیگه بشکنش. باش مراقب باش. بده ببینم چی نمیشه. صف کن صف کن. ببین فکر کن که این چراغ جادو علایدینه، اگه من نخونمش برآورده نمیشه. باشه زود باش بخونش. ای بابا اولین آرزوت که باطل شده. چرا مگه چی؟ دوچرخه سواری یاد بگیرم. حتما تا الان دوچرخه سواری یاد گرفتی دیگه نه؟ میشه گفت اصولشو بلدم. اصولشو؟ حالا بلدی برونی یا نه؟ فکر نکنم کار سختی باشه. حالا اگه سه چرخه بود بازی چیزی اما دو چرخه روندن که کاری نبود. باشه باشه عصبانی نشو. دومین آرزو، با اون میخوام برقصم. با کی؟ دوران دبیرستان از یک پسر خوشم میاد. فکر میکردم جشن آخر سال منو تو رقص همراهی میکنه اما نکرد. منم دماغم چیکرد. اسم پسره چی بود؟ اگه بخوای میتونیم بریم پیداش کنیم. چرا میخوای با اونم کتککاری کنیم؟ یعنی من واقعا انقدر قلدرم؟ تو من اشتباهی شناختی. ببین دیگه دارم به دل میگیرم. باشه پس من به دل گرفتم. ببین باور کن اصلا مهم نیست. یه آرزوی بچگونه بود که برآوردم نشد. حالا سومیو بخون ببینیم چیه. خوب ترانه بخونم تا بتونم برادرمو همراهی کنم. این آرزو واقعا خیلی قشنگه. مرد وقتی کوچیک‌ترم بود خیلی با همون حرف نمیزد، اما مثل همیشه با موسیقی رابطه خیلی خوبی داشت. همش ازم میخواست براش ترانه بخونم. منم بلد نبودم اما میخوندم. کدوم ترانه رو میخوندی؟ جانسو جان سلام، حالت چطوره؟ خوشحالم که خوبی. آره آره حق داری، باید یه مدت با خودت خلوت کنی. حالا کی برمیگردی؟ هم باشه، اما وقتی برگشتی حتما همدیگر رو ببینیم صحبت کنیم. آره آره میدونم، مامانت بهم گفت. من واقعا خیلی متاسفم، اما مطمئن باش همشون بالاخره به سزای اعمالشون میرسن. باشه عزیزم، باشه میبینمت، خدافظ. سلام. اوه میبینم که باز رفتی خرید کردی، اونم این همه. مامان جون خواهش میکنم گیر نده دیگه، منم حق دارم یکم خرید کنم تا حالم خوب بشه مگه نه؟ خیلی خوب باشه، هر کاری دلت میخواد بکن ملیس. ببین چه ادکلن خوشبویی خریدم. ملیس تو کسی به اسم اجره میشناسی؟ گویا تو آمریکا دوست دورانی دانشگاه داداشت. نه نمیشناسم، چطور مگه؟ منم نمیشناختمش، امروز اومده بود اینجا داداشتو ببینم. دختره چه شکلی بود؟ خوشگل بود؟ شاید دوست دختر قدیمیشه. نمیدونم، اما رفتارش عجیب بود. البته خیلی هم خونگرم و صمیمی بود. موقعی رفتن بهم گفت به پسرتون افتخار کنید. اگه اینطور باشه که جانس دیگه واقعا نابود میشه. بنده خدا همش باید درد عشق بکشه. ما بهتر اول داداشتو تو از دست آسره نجات بدیم.
یعنی چی؟ منظورت چی؟ ملیس داداشت بد جور دل بسته ی آسرا شده. یعنی چی؟ آخه چطور ممکنه ماما؟ یعنی عاشق شده داداشت، عاشق این دختر. آخه مگه میشه؟ داداشم که از اون دختره متنفر بود. منم اینطور فکر میکردم، اما سومر چشمامو باز کرد. بعدش که داداشتو تحت فشار گذاشتم همه چی اعتراف کرد. نمیتونم اینو برونم جی. کاری نداره که، خیلی راحته. بذار اینو بذاریم سرش. نه نمیخوام کلو بذارم سرم. همه یه دوچرخه سوارو باید کلا ایمانی بذارن سرشون، این خیلی مهمه. خب حالا سوارش خوبه؟ مطمئنم میخورم زمینو. خوبه، من اعتماد نداری از را؟ چرا دارم؟ پس هیچ مشکلی پیش نمیاد، فقط تعادلتو حفظ کن و پدال بزن به همین راحتی. باشه شروع کنیم؟ باشه. خوبه، منو بگیری یا فعلا نکن، صبر کن. حالا پدال بزن. دارم میوفتم. نه 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 نه. خوبه؟ سعی کن تعادل رو تو حفظ کنی. گرفتی دیگه؟ نه گرفتم، نگران نباش. مگه نگفتم منو بگیر جنگ؟ نه خب نگرفتی. باش ادامه میدی. خوبه، مثل اینکه تونستم. سراب جون ببخشید سرزده اومدم، امیدوارم مزاحم نشده باشم. ها این چه حرفیه؟ کار خوبی کردی، اتفاقا منم میخواستم بهت زنگ بزنم. چی میل دارید هولیا خانم؟ بلقیس جون یه قهوه ترک لطفا، شیرینیش کم میشه. بلقیس واسه منم قهوه بیار. کار خوبی کردی اومدی، نمیدونی چقدر دلم پر. من بیشتر، باور کن کم مونده از عصبانیت سکته کنم سراب. چرا مگه چی شده؟ از اوضاع سومر خبر داری؟ منظورم کاروبارشه. فریده خانم حمایتشو قطع کرده، تمام نقشای سومرم نقش براب شده، لنگ در هوا مونده. آره میدونم، خیلی بد شد. مامانم یهو حمایتشو قطع کرد، اون بعد خدا هم افتاد تو دردسر. این که چی توی دردسر افتاده جای بحث داره، بدون هیچ زمینه ای. یا اصلا فکرشم نمی کردم با سومر شریک شدم. یعنی چی شریک شدی؟ آره البته، همش تقصیر مسعوده. گویا یه مبلغی به کمال بدهکار بوده، بعد از فوت کمال سومرم همه قضیه رو فهمیده و رفته یقه مسعود گرفته. منم در همین حد فهمیدم، چیز دیگه دستگیرم نشد. پس تو هم از ماجرا خبر نداشتی؟ نه معلومه که نمیدونستم. من اصلا رو همم خبر نداشت تا اینکه به مسعود مشکوک شدم، رفتم پیگیریش کردم خبردار شدم. خب حالا سومر چی میگه؟ چیز خاصی نمیگه، حرفای جفتشون رو شنیدم، دارن گناهشونو ماستمالی میکنن. مسعود این پولو برای کار ازم گرفته بود، ما یه حساب مشترک داشتیم، منم به خاطر کارش این پولو بهش دادم، اونم پولو برداشته داده به سومر. منم قضیه رو فهمیدم و باهاش دعوا کردم. حالا اون وقت تو با سومر چطور شریک شدید؟ مجبورش کردم، یعنی رو کراست بهش گفتم. به هر حال اون پول من، اگه قرارداد رسمی بسته باشید مشکلی پیش نمیاد. آره بستی، منم همینو میخواستم. امروز که رفتم پیشش یه قرارداد برداشت و گذاشت روی میز، منم سپرده بودم که برام حاضر کنن.
این کارش واقعا زشت بود سراب، خیلی ازش ناراحتم. حق داری، اما خب چه میدونم، شاید اونم خواسته هرچه زودتر قرارداد رسمی ببنده تا خیالش راحت تر بشه و کارا پیش بره. خب عزیزم، منم همینو میخواستم، بهت که گفته بودم، به وکیلم سپرده بودم قراردادو هرچه زودتر حاضر کنه، اما سومر زرنگازی در ورد زودتر از من آماده کرد. خب از اولشم از این رفتارا اصلا خوشم نمیومد، حتی متنفرم. امروز صرفا به خاطر اینکه این قضیه کش پیدا نکنه مجبور شدم قراردادو بخونم و امضا کنم. خب من که میگم اگه کارتون رو شروع کنید همه چی معلوم میشه. به هر حال باید به اونم حق بدیم، این اواخر خیلی درگیر بوده. این قضیه آزرا رو در مورد قضیه آزرا مقصر سومره، عمدن با این دختر در افتاده. منظورت چیه؟ سراب جون، اونا سال هاست که با هم زندگی کردن، البته تا وقتی که کمال مرد. بعد از فوت کمال اونا همشون در به در شدن. یعنی به نظر تو سومر هیچ نقشی تو این قضیه نداره؟ راستش من از وقتی آزرا رو شناختم به سومر در مورد بعضی از رفتاراش حق میدم، چون من تو زندگی دختری به این گستاخی ندیده بودم. سراب من واقعا کنجکاوم که بدونم بین شما و آزرا چه مسئله‌ایه؟ چیه که من ازش بیخبرم؟ جنگ؟ آزرا میخواد جنگ رو به دست بیاره. خدا میدونه چی تو مخ این دختره میگذره. بقیهشو خودت میتونی حدس بزنی. ای بابا، چرا این دختره نمیاد؟ جنگ، میشه صندوق رو باز کنی؟ تو صندوق جا نیست، باید بذاریمش رو صندلی پشتی. شوخیت گرفته؟ یه ساعت من اینجا کاشی رفتی یه جوی لیمو بخری؟ آه چی داری میگی؟ اما خلیل اینا رو از روستشون آورده، تر و توازن، ببین چه عطر و بویی داره، نگاه کن، بوش کن. نه نمیخوام بکنم، سوارشو بریم. بکن دیگه جنگ. نمیخوام، میگم سوارشو بریم. نکنه به لیمو حساسی ها؟ وای نکن تو رو خدا، آزرا نکن. وای چقدر خوشمزه است. بیا بخور. بسته بیا بریم. واقعا خوشمزه است، خواهش میکنم یه بار امتحان کن جنگ. بیا بریم آزرا. باشه باشه، کاری ندارم. باشه باشه. ببین حالی که من دو شخص سواری یاد گرفتم تو هم باید لیمو بخوری یا گفته باشه. حتما حتما. اما واقعا خوشمزه است، حداقل بیا بوش کن، یه بار بکن، به خاطر من خواهش میکنم جنگ. آزرا نکن، تصادف میکنی. ویتامین سی داره بابا، خیلی مفیده، یه کوچولو بخور. سلام هولیا. هولیا، من به خاطر اینکه ناراحتت کردم خیلی معذرت میخوام. آره دیگه، تو همش اشتباه کنی، یه معذرت خواهی و تموم. امروز با زینب صحبت کردم، حالش خیلی خوب بود، خدا رو شکر، معلوم بود خیلی خوشحاله. حال حال خودت چطوره؟ ببین
اما معذرت میخوام که سرزده اومدم، اما دلم طاقت نیاورد. من حالم خوبه. امروز با سومریه قرارداد رسمی بستیم. بعد از این قراره با همدیگه کار کنیم، البته برخلاف میل باطنیم، اجبارم. خیلی خوبه. منم امروز دوتا از واحدها رو فروختم. اگه بخوای میتونم همین الان پولش رو برات حواله کنم. خلاصه هر کاری بگی من انجام میدم. اما هولیا، خواهش میکنم زندگیمون از هم نپاشون، از هم جدا نشو. من طاقتشو ندارم دیگه، باورت ندارم. بهت قول میدم دیگه اشتباهاتمو تکرار نمیکنم. تو هرچی بگی همون میشه. قول میدم. من نمیخوام زندگیمو بازم با دروغ پیش ببرم. بنابراین با چتین حرف بزن، در مورد پرونده کمال بهش کمک کن تا بتونیم حقیقت رو بفهمیم. باشه، درست میگی. حالا میتونم برگردم خونه؟ یعنی واسه این که بتونیم با هم دیگه در آرامش حرف بزنیم. هر جور راحتی، اما این هیچی رو تغییر نمیده. بیا فرد خانم، وقت دارید؟ بیا تو عزمی. این وکالتنامه یه که افسر خانم گرفتم. صورت حسابارم هرچی زودتر میارم خدمتتون. چرا وکالتنامه رو اینقدر دیر آوردی؟ من صبح ازت خواسته بودم. همینطوره، یه چند تا قرار مهم کاری داشتم، نتونستم مهمونه رو تنها بذارم. ببخشید. گویا قرار جلسه هیئت مدیره تشکیل شه، مسئله مهمی پیش اومده؟ آره، هفته دیگه جلسه داریم. بدید من برگر بذارم تو پوشه. نه، برگ پیش من میمونه، میتونی بری. بالاخره تشریف آوردین، خیلی لطف کردین. چیه نکنه رفتین بیرون باز دعوا کنین با هم دیگه؟ ها نه پرس سراش، بس خانم خانم ما اصلا استعداد یادگیری نداره. اگه دوچرخه روندم به این آسونی است چنک. دوچرخه؟ آخه چیزه، نه که موادمون خیلی زیاد بود، منم یه چرخ دستی دوچرخ پیدا کردم، اما آزرا نتونست برونتش. یعنی واقعا چرخ دستی رو داده بودی آزرا برونه؟ آفرین به تو، آفرین به تو، پناه بر خدا. من نمیدونم جوانا تو این دور زمانه چرا اینجوری سراش باز ندادم که برونه، دو دقیقه خواستم فقط نگهش داره. ساکت حرف نزن. حالا که دیر کردین امشب هم میمونین همینجا کار میکنین، آشپزخونه رو برق میندازین، هفته آینده هم نظافت به عهده شما. جنگ اینا رو بردار بیار، زود باش زود باش، اینا رو هم من میارم، ببریم بذاریمشون تو یخچال. خب آزرا خانم جونم، چی؟ تعریف کن ببینم. ببین اگه تعریف نکنی موهاتو میگیرم میکشم. ناسلامتی، ما با هم رفیقی ما. اگه رفیقمی باید تعریف کنی، زود باش بگو ببینم. مینو باور کن قضیه اونطوری که فکر میکنی نیست. یعنی چی؟ مگه شما دوتا عاشق هم نیستی؟ رابطه ما اونطور که فکر میکنی نیست. میدونی که به یه نفر وقتی خیلی نزدیکی میترسی از دستش بدی. آخه چرا باید از دستش بدی؟ در حال اینجا پیشش کار میکنی، حتی خونش زندگی میکنی. من به خاطر فرید خانم اونجام، نه به خاطر جنگ. وای دختر، من که از کار شما دوتا سر در نیاوردم دیگه. ببین چه جوریه که حتی منم گیج کردیم. نمیدونم چی بگم. منم بعضی وقتا گیج میشم و به هیچ نتیجه ای نمیرسم. نمیدونم چی بگم. مینو وای سوخت، بیچاره شدم.